ارتباطمون برقرار شده با خانم شفیخانی و در خدمتشون هستیم. ایشون کارشناس مسائل مالی و سرمایه گذاری هستند. در شرایط بحران میخوایم ازشون خواهش بکنیم که راجع به این موارد با ما صحبت بکنن. اگر ادوایزی دارن بفرمایند که شنوندگان محترم رادیو آرینا هم که بر روی موج FM امواج رادیو رو در منطقه تورنتو دریافت میکنن بتونن ازشون استفاده بکنن. خانم شفیخانی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمتون. سلام، منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شما و همه شنوندگانتون. ممنونم که منو دعوت کردین، در خدمتتونم. من بنده هم سلام عرض میکنم سرکار خانم شفیخانی، امیدوارم که خوب باشید. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و به سوالات شنوندگان ما پاسخ میدین. اگر اجازه میدید بنده با سوال اول شروع کنم. ممنونم خانم شفیخانی. در شرایط فعلی همطور که حالا همکارم در مقدمه هم عرض کردن، شرایط بحرانی به نوعی اقتصاد هم در هست دیگه، آیا بهترین تصمیم مدیریت هزینه ها و جلوی ضرر رو گرفتن نیستش، یا اینکه میشه تصمیم مالی دیگه که ریسک آمیزتر هستند رو هم گرفت؟ قطعا همینطوره. خیلی چیز خوبی رو اشاره کردن. ببینید، من تو این چند روز سوال خیلی زیادی داشتم در مورد سرمایه گذاری که چه کار کنیم، سرمایه گذاری کجا بذاریم، کجا نذاریم. اما حرف من اینه که برای یک شرایط مالی پایدار قبل از سرمایه گذاری باید ببینیم نقاط ریسک زندگیمون کجاست. ببینید، ما اینجا اکثرا مهاجر هستیم و دانستن زبان مالی کشوری که بهش مهاجرت کردیم به اندازه دونستن زبان محاوره‌ایش اهمیت داره. یعنی ما باید بدونیم که پول در کانادا چطور کار میکنه و مطابق استانداردها و اولویت‌های مالی کشور کانادا برای خانواده‌مون بتونیم سرمایه برنامه ریزی کنیم. در واقع اول از همه بودجه و دخل و خرجمون رو مرتب کنیم. جالبه بدونید که آمار نشون میده که خانواده‌های کانادایی از هر یک دلاری که درآمد دارن 1.72 دلار هزینه میکنن. خب این از کجا میاد؟ از قرض، بدهی کردیت کارت، لاین آف کردیت، و اکثرشون مقروض هستن و در حال پرداخت اینترست هستن. یعنی یه جوری این همینجوری داره این پولا داره نشت میکنه بیرون. و قبل از همه چیز اینه که ما مشکل هزینه کردن داریم و اتفاقا فرصت جالبیه این مدتی که در واقع هممون یه نظارت بیشتری روی هزینه هامون داریم. تو خونه نشستیم، اکثرا لی‌آف شدیم یا مجبوریم بیشتر ملاحظه کنیم. رستوران‌ها بسته است، جاهای تفریحی بسته است. خیلی همون متوجه شدیم که چقدر هزینه های اضافی داریم تو زندگیمون و خیلی از کارهای واجبی که همیشه به تعویقشون مینداختیم به خاطر اینکه پول نداریم، مثلا پس‌انداز بازنشستگی، خریدن بیمه عمر یا محافظت از خیلی چیزا، اینا رو به تعویق مینداختیم. الان اگه دقت کنین میبینین که نه، انگار میشه این پول رو تهیه کرد و باهاش سرمایه گذاری کرد برای آینده، حتی شده یه مقدار کمی در ماه. بله، بسیار عالی. در حقیقت شما سوال دوم بنده هم پاسخ دادین. در رابطه با همین موضوع لی‌آف شدن می‌خواستم بپرسم که اصلا میشه سرمایه گذاری کرد. خیلی عالی پاسخ هم دادین، مرسی. پس من میام سراغ سوال بعدی. دوستی نوشته برای ما که خب حالا من اندک سرمایه‌ای دارم، نمیدونم حالا چقدر هست، میگن که پیشنهاد میکنی کماکان توی بانک نگهداری بکنم یا مثلا سهام بخرم در این شرایط. ببینید، همونجور که گفتم در مورد زندگی در کانادا بود، ما توی کشوری نیستیم که پولمونو به حساب در بانک بخوابونیم و مثلا با گارانتی حفظ اصل پول ماهی 20% هم سود بگیریم، مشابه الگوهایی که توی ایران داشتیم. البته اونجا تورم هم خیلی متفاوت بود با تورم کانادا. اکثر کسانی که خب با بانک رفت و آمد دارن و پولی بخوابوندن به حساب، میدونن که در کانادا یه حسابایی هست به نام حسابای GIC که اصل پول و سودش گارانتی هست. چقدره؟ خب این معمولا سود خیلی ناچیزه، یه چیزی هول و هوش 2%. و در بیشتر مواقع اگه بخوایم نگاه کنیم، این سودایی که بانک به ما پیشنهاد میده از تورم کانادا هم پایین تره. یعنی تورم در کانادا رو اگه 3% در نظر بگیریم، تازه من بازار املاک رو در نظر نمیگیرم، این شما همیشه عقب هستین و ارزش پول شما نه تنها بالاتر نرفته بلکه کاهش هم پیدا کرده.
بنابراین سرمایه گذاری توی بانک، توی این حساب های چکینگ و سیوینگ چیز زیادی دستمون رو نمیگیره. فرض کنید من مثلا ماهی 500 دلار بذارم در حساب پسنداز یه بانکی برای 30 سال و 2% هم سود بگیرم، آخر این 30 سال 180 هزار دلار دستم هست که ارزش پول منم تازه خیلی به مراتب کمتره و تنها چند سال اول بازنشستگی مجواب میده. بنابراین برای کسی که پولی یک جا نداره برای سرمایه گذاری یا پولش کفاف مثلا خرید ملک یا راه اندازی بیزنس رو نمیده، بهترین کار همین سرمایه گذاری در بازار بورسه با همه ریسکایی که داریم، چون تاریخ نشون داده که مثلا سود متوسط بازار سهام در طولانی مدت حول و حوش 8% هست و برنامه ریزی مالی برای طولانی مدت اهمیتش خیلی بالاست. من الان اینو، حالا شاید این مسئله یه مقدار خارج بود از سوال، ولی دوست دارم به همه بگم اینو. ببینید، ما در یه عصری زندگی میکنیم که متوسط عمر بالا رفته. شاید قبلا پسنداز برای بازنشستگی خیلی مطرح نبود، چون مثلا اگه هر شخصی 65 سالگی بازنشست میشد، متوسط عمر 70 سالگی بود و حدودا مثلا 5 سال تا 10 سال بیشتر پسنداز نمیخواد. ولی الان این متوسط عمر هلوهوش 85 سالگی رفته و شما باید برای 20 سال یا حتی 30 سال بعد از بازنشستگیتون پسنداز داشته باشین. پس خیلی مهمه که پولی رو که دارین جایی پسنداز میکنید، نهایتا جوری با یک در واقع سودی به دستتون برسه که بتونه شما رو تو اون 30 سالی که دیگه توانایی کار کردنم ندارید و هزینه هاتون به نحوی عوض شده، بالاتر رفته، هزینه درمانم بهش اضافه شده، بتونید زندگی کنید. بسیار عالی. خانم شفیع خانی، شما اشاره کردید به بورس و در واقع سرمایه گذاری، اگر حالا کسی پول داره بتونه یه بیزینسی رو درست بکنه. با توجه به شرایطی که الان توش قرار گرفتیم، همین قضیه کرونا و کووید 19، آیا به نظر شما هنوز هم منطقی است که الان بخوایم این کار رو انجام بدیم، با توجه به اینکه می‌بینیم نرخ رشد سهام بازار داره روز به روز میاد پایین، اقتصاد کلاً یه جورایی میشه گفت فلج شده و ناخودآگاه آدم‌ها یه مقدار میترسن؟ یعنی نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا رو حتی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یوهی 0.07 بالا اومده. خب ناخودآگاه آدم‌ها رو یه مقدار میترسونه. آیا همچنان شما نظرتون اینه که در همین حال و هوش و شرایط اقتصادی همچنان این کارو انجام بدیم، یا این مواردی که فرمودید فقط برای حالت طبیعی است؟ ببینید، تاریخ نشون داده که بازار همیشه بعد از اصطلاحاً میگن کرش، بعد از یه افت خیلی شدید، یه دوره ریکاوری خیلی خوبم داره و اتفاقاً بیشترین برگشت معمولاً 2 سال اول بعد از ریکاوری بوده. یعنی ما هیچ وقت سقوط 100% نداشتیم و اولین توصیه من برای کسانی که در بورس حساب دارن اینه که خارج شدن از بازار باعث میشه که شما فرصت اون ریکاوری رو هم از دست بدید و پولتون رو فقط با ضرر خارج کنید. اینه که ما به هر حال، ببینید، سرمایه گذاری باید اینو بدونید که در لغتش ریسک مستتر هست. یعنی شما چه منزل بگیرید، جای خونه بخرید، اون ممکنه ملک افت پیدا کنه. بازار هم ریسک خودشو داره. ما همیشه با ریسک مواجه هستیم و ریسک توی زندگیمون قابل اجتناب نیست و باید به عنوان یه واقعیت بپذیریمش، ولی میتونیم با یه سری محافظت هایی اونو حداقل کنیم، مثل بستن کمربند ایمنی حین رانندگی هست. ضمن این که ببینید، در بازار بورس وقتی که میخوایم شروع کنیم به خرید سرمایه، من باید بگم که سرمایه گذاری خوب صرفا انتخاب سهام مناسب نیست. کسانی که اولین رکودشون رو دارن در بازار سهام تجربه میکنن این روزا، مطمئنم که خیلی نگران هستن که یه واکنش خیلی طبیعی و قابل فهمه. اما در سرمایه گذاری شما باید بدونید که شناخت خودتون در مورد میزان ریسک پذیریتون خیلی مهمه و یک فاکتور کلیدیه. در بعضی از شرکت‌های مالی وقتی که می‌خواید سرمایه گذاری کنید، اینها یه پرسشنامه میدن که از شما با پر کردن این پرسشنامه کمک می‌کنید بهشون که بفهمن چقدر میتونن با پول شما ریسک کنن.
حتی شرکت هایی هستن که اصل پول شما رو زیر یه چتری از گارانتی نگه میدارن و اگر که بازار حتی 50% افت کنه اصل پول شما 100% محفوظه، که البته اینا شرایطی داره، خیلی جزئیات داره. اگر که من کانال مالی دارم در اون کامل تمام اینا رو توضیح دادم، ولی این فاکتورها رو حتما برای سرمایه گذاری توی بورس باید در نظر بگیرین. ضمن این که بازم برمیگردم به اصل سوال، این که ریسک همیشه وجود داره و هیچ وقت بازار 100% در حالت صمود نیست و حتما ریکاور خواهد شد، همون جوری که سال 2008 ریکاور شد. خیلی متشکرم سرکار خانم شفیخانی. اما ورود به بازار زمین حالا و یا آپارتمان در شرایط کنونی چطور هست؟ راستش من چون تخصصم مشاور مالی هست و مشاور املاک نیستم، اجازه بدین اینو جواب ندم و بذاریم دست متخصصین این کار. من قطعا فکر میکنم که در بازار املاک رکود داشتن و فکر میکنم که کلن این افت و خیز های بازار روی همه چیز تاثیر میذاره. اگه افتی هست روی همه چیز و اگه قرار رشد باشه در همه چیز، حالا با درصد بیشتر یا کمتر تاثیر بذاره. بازم میگم این نظر شخصی منه، ولی در مورد ملک من صاحب نظر نیستم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شفیخانی عزیز. تقریبا به سوالاتی که شنوندگان پرسیده بودن به طور کلی پاسخ دادین. خیلی ممنون هستیم از شما از که دعوت ما رو پذیرفتین و روی خط برنامه زنده هم تشریف آوردین. اگر صحبت پایانی دارین بفرمایین، در غیر صورت ما دیگه خیلی وقت شما رو نگیریم. خواهش میکنم. من ممنون هستم مجدداً که منو دعوت کردین. چند تا توصیه دارم که دوست دارم که اگر وقت باشه. بله حتما بفرمایید. بله. ببینید شرایط خیلی سختی از نظر اقتصادی و مطمئنن ما هممون یه مقداری نگرانی داریم، حالا شدتش کم و بیش فرق میکنه، ولی باید در حواسمون باشه که احساسی نشیم و تصمیمای کوتاه مدت به اهداف مالی بلند مدتمون آسیب نزنه. ما هممون انسانیم، طبیعتمون اینه که جلوی درد رو بگیریم و ضرر و زیان شغلی و سقوط بازار رو اینا، ببینید اینا دردهای موقتی هستن. تصمیمای شتاب زده که میگیریم برای کم کردن هزینه ها، مثل بستن حساب پسنداز بازنشستگی یا کنسل کردن بیمه عمر یا نقد کردن سهام، اینا کاملا تاثیر منفی داره بر آینده و اهداف بلند مدت مالیمون. این بحران کوتاه مدت تموم میشه، اما نیازهای طولانی مدت ما و بقیه عمر ما سر جاش هست و اینها رو ما باید در نظر داشته باشیم. ضمن این که ببینید ما الان فرصتی هست برای درس گرفتن از الگوهای غلط هزینه‌ای که توی زندگیمون داشتیم. توی نیازهای مالی کارشناس‌های مالی معتقد هستن که یکی از نیازهای مهم همه خانواده ها پول روز مبادا یا ایمرجنسی فاند هست که شما باید به مدت هزینه 3 ماه تا 6 ماه از زندگیتون یه گوشه‌ای در دسترس داشته باشین و الان این چیزا خیلی بیشتر ملموس هممون حسش میکنیم. یا حتی اینکه بدهیایی که روی کارتامون داریم، کارتای ویزامون داریم، ببینید اینا بهره‌ها صفر هستن، ولی همون 3 هفته اول به محض اینکه شما یه پیمنت از دست بدین این میشه 20%. من دیدم به غلط مردم خیلی این پول ویزا رو خیلی پول نقد زندگی خودشون حساب میکنن. این به این شکل نیست و خیلی راحت میتونه توی شرایطی که مخصوصا درآمد ما کاهش پیدا کرده پردا با پرداخت اینا میتونه خیلی برامون گرون تموم بشه. بله همین حرفا. بله تموم. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این بحران هر چه زودتر تموم بشه، برگردیم سر کارمون و با یک دید بازتری بتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم برای آیندم. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شفیخانی. امیدوار هستیم که وقت خوبی داشته باشین و ممنون از اینکه روی خط برنامه زدید. بله بنده هم از حضورتون خدافظی میکنم. خیلی متشکرم از نصیحت هاتون، ادوایس هاتون بهره بردیم و امیدوارم که سوال شنوندگان عزیز ما هم جواب داده شده باشه. وقت بخیر. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
سرکار خانم سمیرا شفیخانی داشتیم، کارشناس و مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری از تورنتو، که روی خط برنامه زنده در خدمتشون بودیم.